موضوع هوش مصنوعی و چتبات ها از معروف‌ترین ویدیوهایی هستش که من تو کانال خودم گذاشتم و شما خیلی خوب ازش بازدید کردید. همراه با اینکه چجوری به ChatGPT 4 رایگان دسترسی پیدا بکنیم و همینطور ChatGPT 4 او همراه با جمینای پرو و این جزء معروف‌ترین ویدیوهای هوش مصنوعی بود که من ساخته بودم. چون هوش مصنوعی واقعا داره خیلی عالی عمل میکنه و داره به کارهای ما خیلی کمک میکنه. مثلا اگه تو تولید محتوا هستین، مثلا اگه برنامه‌نویسی هستید که همینطور به من داره هم توی آموزش‌های خودم و همینطور توی انجام پروژه‌های خودم داره خیلی بهم کمک میکنه. و همینطور هم اگه ببینین بیزینس‌ها دارن یاد میگیرن که چجوری تمام کارهاشون به صورت اتوماتیک وارد هوش مصنوعی بکنن، چون باعث میشه که هم سرعت کارشون بیشتر شه، هم کیفیت کارشون همون حد بمونه و اینکه خرجشون هم پایین‌تر هم میاد. و ما هم باید همین کارو برای خودمون به صورت تو پروژه خودمون و همینطور در کسب و کارهایی که ممکنه ایجاد بکنیم به کار ببریم. حالا میخوام یک هوش مصنوعی رو که چتبات رایگان هم هستش رو بهتون معرفی بکنم که رایگان هم هستش و همینطور از ChatGPT 4 او و همینطور از جمینای هم قوی‌تر. سلام، من بنانم، به کانال من خوش اومدید. از وقتی ChatGPT 4 اومد کلی رقابت تو بحث هوش مصنوعی ایجاد شد، همراه با اینکه چجوری از طریق متن بتونیم بهترین محتوا در بیاد و همینطور از طریق تولید عکس و همینطور تولید ویدیو و همینطور صداها. و میبینید کلی برندهای مختلف الان اومدن و دارن توی این حوزه دارن کار میکنن، ولی خب بیشترشون دارن از API های این موتورهای هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. یعنی اینکه بیشترشون هوش مصنوعی که دارن درست میکنن برای خودشون نیستش و در اصل کلا برمیگرده به چند تا برند خاص که برای ما همه شناخته شده ازش، که یا شرکت اوپن ای آی هستش یا شرکت خود گوگل که جمینای رو ساخته و اولاما که ساخته فیسبوک هستش و آنتروپیک که کلاود ای آی رو ساخته و همینطور بازم چتبات های مختلف دیگه هم هستش که ما باش کار کردیم و استفاده کردیم، ولی خب بازم اینا هم شناخته شده هستن و هم جزء قوی ترین هستن و به نظر من cloud.ai از همشون قوی تر هستش. بریم سراغ مانیتور تا این هوش مصنوعی بهتون معرفی کنم. برای دسترسی نیاز داریم به این سایت وارد بشیم، cloud.ai. من از قبل وارد شدم و بچه ها اصلا نگرانی نباشین، کلن ثبت نام توش رایگانه، نیاز به شماره تلفن نداره و ایمیل هم فقط میخواد و اینکه محدودیت استفاده تو بحث انجینای خاصش نداره. و cloud.ai یک موتور هوش مصنوعی رو ساخته به اسم سونت 3.5 و تستی که من توش انجام دادم و تستایی که خب تمام وبسایت های دیگه انجام دادن دیدن که این هوش مصنوعی از همشون قوی تره و خوبیش اینه که نامحدودم هستش و سریع تر هم هستش، چون تو بحث انجام ریاضیات مخصوصا تو بحث کد نویسی و خیلی عالی داره این کار رو برای ما انجام میده. مثلا من از قبل ایده ای رو راجع به یوتیوب ازش میخواستم و خواستم بگیرم اصلا موضوعات مختلف و اون کسایی که معروف هستن توی یوتیوب مثلا چی ازش، و اطلاعات رو کامل برای من خوب درآورد و خیلی عالی داره خوب داره می‌نویسه، مخصوصا تو بحث تولید محتوای متنی دیتای خیلی عالی داره. باز با این حال دو تا مشکل هستش که من بهش برخوردم. مشکل اول اینه که به اینترنت مستقیم دسترسی نداره و مشکل دومی که نمیتونیم بهش مشکلم حالا گفت، اما برای اینکه بخواید ازش خوب استفاده بکنید باید یه سیستم قوی هم داشته باشه، چون از سیستم شما هم کار میکشه. درسته هوش مصنوعی رو سرورهای خودش ران میشه، اما کوکیایی که استفاده میکنه برای اینکه روی سیستم ما هم بهتر بتونه نمایش داده بشه از کوکی خیلی قوی استفاده میکنه که پرحجم هم هستش و این یکم ممکنه کار ما رو سخت‌تر بکنه اگه سیستم قدیمی دارید و هر بار هی بار ریفرش بکنید تا کوکی ها دوباره روی استارت بشه و دوباره بتونه از اول شروع بکنید. ولی خب غیر از این دوتا واقعا به نظر من داره عالی جواب میده. پس درس میتونیم بگیم که توی فقط حوزه تولید محتوا و باهوش بودن cloud.ai واقعا داره عالی جواب میده و تو بحث مثل حالا سرچ کردن اینترنت پرپلکسیتی یا جمینای خیلی خوب داره انجام میده یا همینطور وبسایت بیهایند
و همینطور با استفاده از اینکه چجوری شخصی سازی بکنیم چتبات های خودمون رو، چت جی پی تی بازم داره عالی جواب میده، چون قابل شکل پذیری هستش و این امکان خود شرکت اوپن ای آی برای ما انجام داده و تو بخش مثلا اکسپلور جی پی تیز که برین دقیقا نشون میده که چه چتبات های مختلفی با هدف های خاصی ساخته شده. ولی این به نظر به صورت کلی برای تولید محتوا و همینطور کار با اینترنت و همینطور کد نویسی کردن، حتی این چتبات بهترینه. خب بچه الان با کلاود دات ای آی آشنا شدین و دیدین که چجوری میتونی بهش دسترسی پیدا بکنین و خیلی راحت هستش، هیچ مشکلی نداره، فقط نیاز به وی پی ان دارین. اینکه الان اشاره کردن که چجوری بتونیم به چتبات های مختلف دیگه با موضوعات مختلف دسترسی داشته باشیم، که جمینای واسه سرچ کردن توی اینترنت خوبه و همینطور پرپلکسیتی و همینطور استفاده از چت جی پی تی 4. اگه میخواییم با جمینای پرو بهتر آشنا بشیم و اینکه بدونید چجوری به بخش پروش دسترسی پیدا بکنید، این ویدیو که اینجا گذاشتم رو ببینید. و همینطور اگه به چت جی پی تی 4 او میخواییم رایگان دسترسی پیدا بکنید به صورت نامحدود، این ویدیو رو ببینید.